4.5 مول گاز NO2 را در یک ظرف 5 لیتری وارد می‌کنیم. اگر ریت متوسط NO2 از شروع تا پایان دقیقه دوم 0.2 مول بر لیتر بر دقیقه و در 2 دقیقه بعدی 0.1 مول بر لیتر بر دقیقه باشد، 4 دقیقه پس از آغاز واکنش چند مول NO2 در ظرف واکنش موجود است؟ این مسائلی که عددهای زیادی توشونه، صورتشون هم طولانیه، 100 بار هم از اول تا آخر بخونین چیزی دستگیرتون نمیشه. بهترین راه خلاصه نویسیه. 4.5 مول NO2، NO2 کیه؟ واکنش دهنده. وارد میکنیم مثل مسئله قبلی، یعنی با مقدار آغازیش سر و کار داریم، در حالی که تو مسائل سرعت باید تغییر مقدار رو پیدا کنیم. میگه در ظرف 5 لیتری، یادم باشه ظرفم 5 لیتریه، اگر لازم شد وارد واکنش میکنم. ریت NO2 رو میگه از شروع تا پایان دقیقه دوم، اما واحد عددش رو ببینین، مول بر لیتر بر دقیقه، یعنی بر 1 دقیقه، نه بر 2 دقیقه. پس این رو می نویسم 0.2 مول بر لیتر بر 1 دقیقه سرعت NO2. حالا این رو بعد مساویه چی بذارم؟ شروع تا پایان دقیقه دوم، یعنی 2 منهای 0 دقیقه. ادامه بدم و در 2 دقیقه بعدی، یعنی 4 منهای 2 دقیقه، 0.1 مول بر لیتر بر دقیقه باشه. اینم 0.1 مول بر لیتر بر دقیقه چه ماده ای؟ همون ماده NO2. از اینجا به بعد داده ای ندارم، خواسته مثلا از 4 دقیقه بعد چقدر موجود است. پس فعلا بریم این مجموعه رو کامل کنیم. یادتونه مسئله قبلی نمودار داشت؟ تا میشنیدم زمان 2 دقیقه، میرفتم رو نمودار مقدار رو پیدا میکردم. اینجا نمودار ندارم، اینجا باید فکر کنم اصلا بر حسب کدوم ماده باید بنویسم. تنها ماده‌ای که تو مسئله به ما مقدار داده 4.5 مول NO2ه، پس این سمت هم مثل این سمت باید NO2 رو بنویسم. در دقیقه 2 داریمش؟ نه نداریمش. پس در دقیقه 2 مجهوله، اسمشو میذارم N2. در دقیقه 0 یعنی آغاز، وارد میکنیم یعنی اولیه، یعنی همون 4.5 مول، پس شد N2 منهای 4.5. و الان بازم نمودار ندارم ببینم کدوم بالاتره، کدوم پایینتره، کدوم بیشتره، کدوم کمتره. حالا باید فکر کنم واکنش دهنده به مرور زمان مقدارش کم میشه، N2ش از N1ش کمتره، پس این پرانتز منفی شده، باید در یه منفی ضربش کنم. واحدش چیه؟ 4.5 واحدش موله، بر حسب چه ماده ای؟ NO2. اینجا در دقیقه 4 دارم؟ نه، باید بذارم N4. در دقیقه 2 چقدر داشتم؟ N2. بازم واکنش دهنده به مرور زمان منفی میشه، منفیشو میذارم. واحدش چی بود؟ مول NO2 مثل بالا. آیا دو تا کتل مساوی شدن؟ این سمت لیتر داریم، این سمت لیتر نداریم. در این مخرج لیتر باید به وجود بیارم، ظرفم 5 لیتریه، این هم 2 تا 5 لیتر نوشتم در مخرج هر کسری. حالا از بالا N2 رو به دست میارم، میشه 2.5 مول. 2.5 رو میذارم سر جاش تو معادله پایینی، N4 رو به دست میارم، میشه 1.5 مول. میگه 4 دقیقه پس از گذشت واکنش چقدر در ظرف NO2 موجوده؟ موجوده یعنی چی؟ یعنی داریم، در لحظه فلان داریم، یعنی N اون لحظه. 4 دقیقه که گذشت، N4 چقدر تو ظرف داریم؟ 1.5 مول. این همون مقداریه که در دقیقه 4 در ظرف وجود داره، یعنی گزینه 1. با توجه به منحنی مقابل که نشان دهنده تغییرات حجم H2 در واکنش HCl با منیزیم است، زمانی که منیزیم به نصف میرسد کدام است؟ من خودم به این مسئله خیلی علاقه دارم. این مسئله‌ای که میشه گفت مسئله سختیه. چرا؟ به این دلیل که مسئله عددیه، شما باید عدد به دست بیارین و ما عادت کردیم در بیشتر مسائل عددی باید عدد، واحد و اسم رو در صورت سوال به ما بده و ما خلاصه نویسی کنیم، در حالی که یه بار دیگه صورت رو با هم بررسی کنیم. اصلاً عدد، واحد، اسمی ندارم که خلاصه نویسی کنم. بله سخت از نظر من، سخت در نوشتن استوکیومتری نیست، در پیدا کردن عدد، واحد، اسم و نوشتن استوکیومتریه. بیایم به نمودار توجه کنیم، جز نمودار چیزی نداریم. نمودار حجم گاز H2ه، داده ما بر حسب ماده H2ه، در حالی که مجهول یا خواسته مسئله بر حسب منیزیم یه ماده دیگه است. زمانی که منیزیم به نصف میرسه کدام است؟
پس من با دو تا ماده سر و کار دارم، پس باید معادله بنویسم. معادله چیه؟ من یزیوم به نصف میرسه، یعنی نصفش مصرفشه، واکنش دهنده است، داره با HCl واکنش میده. واکنش من یزیوم با HCl رو مینویسم. گازی که تولید شده هیدروژنه. پس مقدار رو بر حسب H2 داده، بر حسب من یزیوم خواسته. چیو؟ زمان رو. ضریب این دوتا ماده تنها چیزیه که دارم. ضریبشون چند به چنده؟ 1:1. بیاین یه ذره با هم عامیانه صحبت کنیم. اگر یه مول امژ مصرف شه چند مول هاشتو تولید میشه؟ 1 مول، چون ضرایبشون مساویه. حالا اگه 6 مول از امژ مصرف بشه چند مول هاشتو تولید میشه؟ بازم 6 مول، همون عدد. حالا بیاین مقدار استوکیومتری رو به سینتیک تبدیل کنیم، زمان رو بیاریم وسط مسئله. اگر 6 مول از این ماده در 5 دقیقه مصرف بشه، 6 مول از این ماده بله در همون 5 دقیقه تولید میشه. پس زمانی که من یزیوم یه تغییری میکنه همون زمانیه که H2 تغییر میکنه، اون تغییر رو میکنه. من یزیوم به مرور داره مصرف میشه، به ازای آن H2 داره تولید میشه. میگه زمانی که من یزیوم به نصف برسه، اگر من یزیوم هرچی مصرف شه H2 از لحاظ مولی همون مقدار تولید میشه. حالا اگه من یزیوم نصف مصرف شه H2 هم از نظر مولی نصف تولید میشه. تو چه زمانی؟ این اتفاق مصرف نصف من یزیوم تو هر زمانی باشه، تولید نصف H2 هم در همون زمان خواهد بود. حالا بریم روی نمودار. کلن H2 چقدر تولید شده؟ حدوداً 90 سانتیمتر مکعب یا 90 میلی لیتر. عددش رو اینجا نوشتم. نصف این مقدار میشه چقدر؟ میشه 45 تا. روی نمودار مقدار 45 رو حدوداً میکوبمش به نمودار. در چه زمانی این 45 تا تولید شده؟ زمانش حدوداً 10 ثانیه هست، 10 دقیقه است، و این زمان دقیقاً همون زمانیه که نصف منیزیوم مصرف میشه. بدون خلاصه نویسی عددی به جواب رسیدم. بازم تاکید من برای مسائل بعدی رو این قضیه هست. مصرفی یا دلتای این ماده رو باید با دلتای این ماده تطبیق بدیم. مسئله بعد رو دقت کنین که معادلش خیلی شبیه این هست. اگر تغییرات حجم گاز حاصل از واکنش منیزیوم با هیدروکلوریک اسید نسبت به زمان مطابق داده های جدول زیر باشد، سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در این واکنش بر حسب لیتر بر دقیقه کدام است؟ یه جدول داده بر حسب حجم گاز تولید شده. معادله رو در مسئله قبل داشتیم، واکنش منیزیوم به هیدروکلوریک اسید گاز هیدروژن تولید میکرد، پس نمودار مال H2ه. سرعت رو هم که بر حسب H2 خواسته، پس اصلا لازم نیست معادله بنویسیم، با یه ماده سر و کار داریم. بازم به واحد دقت میکنم، لیتر بر دقیقه، اینجا لیتر بر ثانیه است. یادم باشه آخرش ثانیه و دقیقه رو به هم تبدیل کنم. خب وقتی توی مسئله به من نگفته سرعت H2 رو تو چه بازه زمانی به دست بیارم، تو 10 تا 20 به دست بیارم یا تو 10 تا 30 یا 20 تا 40، تو کدوم؟ وقتی به ما نمیگه باید تو بزرگترین یا گسترده ترین بازه سرعت رو به دست بیاریم. خیلی از بچه ها عجله دارن، به عددا دقت نمی کنن، بلا فاصله میگن زمان 10 تا 40. یه نگاه به عددهای مقدار بندازین. در ثانیه 30 مقدار ماده من 75 میلی لیتره، 75 لیتره. در ثانیه 40 هم همون 75 لیتره. معنیش اینه که بین این دو هم مثلا در زمان 35 هم 40 75 میلی لیتر بوده. پس از زمان 30 به بعد مقدار فراورده من ثابت شده، یعنی دیگه فراورده تولید نشده، یعنی دیگه تو این بازه واکنش ادامه پیدا نکرده، یا واکنش دهنده تموم شده یا واکنش ثابت شده، تعادلی شده. پس بازه‌ای که دلتای مقدار داریم، تغییر داریم، 10 تا 30 که 75 از 35 به دست اومده، نه در این بازه. بزرگترین بازه که به چشمم میخوره 10 تا 30، همین رو نوشتم، 30 منهای 10 ثانیه. مقدار در 30 75، در 10 35 مینویسم. واحدش لیتره، اسمش هم H2ه. یادمون باشه بر حسب لیتر بر دقیقه میخواد، پس ثانیه رو باید به دقیقه تبدیل کنم که هر دقیقه 60 ثانیه است. جواب این حل میشه 120 لیتر بر دقیقه. غلط نیست، ولی متاسفانه در گزینه ها نیست. مسئله میخواد به من چی یاد بده؟
اینجا میخواد وسط تست به ما آموزش بده. هاشتو محصوله. یادمون باشه محصول در آغاز مقدارش صفره. پس من مقدار این ماده رو در بازه زمانی گسترده تری داشتم، نه در زمان 10 تا 30، بلکه میتونم در فاصله 0 تا 30 به دست بیارم، چون در زمان 0 مقدار این ماده 0 بوده. ببینین 30 منهای 0 ثانیه، تو 30 چقدر داشتیم؟ 75. تو 0 چقدر داشتیم؟ هیچی نداشتیم. این بازه گسترده تر و دقیق تره. حالا میام ثانیه‌رم به دقیقه تبدیل میکنم، جواب میشه 150 لیتر بر دقیقه، گزینه 1. بریم سراغ آخرین مسئله‌ای که از نمودارهای سینتیکی براتون قرار دادم. این شد یک مجموعه بسیار کامل از نمودارهای سینتیکی. از آسون‌ترین مسئله دیدیم به پیچیده‌ترین مسائل رسیدیم. حتما در منزل اینا رو یه دور کامل بررسی کنین، مطمئن باشین روی این مسائل مسلط بشین، دیگه مسئله نمیمونه که در کنکور سال‌های بعد بیاد و شما با خم و چمش آشنا نشده باشین. آخرین مسئله رو ببینیم. با توجه به نمودار روبرو به تقریب چند ثانیه زمان لازم است تا 15 لیتر گاز O2 از تجزیه پتاسیم کلرات در گرما در مجاورت MnO2 به دست آید. چگالی گاز O2 در شرایط آزمایش برابر 0.8 گرم بر لیتر و جرم اکسیژن 16 گرم بر مول است. نموداری که در این مسئله به ما داده بر حسب ماده کاسلوس است، در حالی که مقداری که به ما داده بر حسب محصول O2 است. پس با دو ماده سر و کار داریم و باید معادله بنویسیم. این اصطلاح رو ببینین، در مجاورت فلانی یعنی فلانی کاتالیزگره، کاتالیزگر نه واکنش دهنده است نه فراورده، پس در حل عددی مسئله بی تأثیره، بهش کاری ندارم. ما اینجا 15 لیتر گاز O2 تولید کردیم از روی چقدر کاسلوسه نمیدونم. اول باید ببینم این گاز، این مقدار گاز با این چگالی از روی چقدر کاسلوسه به دست اومده، بعد میرم راجع به زمانش صحبت میکنم. معادله رو نوشتم، دو تا کاسلوسه در مجاورت کاتالیزگر MnO2 دو مول کاسل داده و 3 مول O2. قرار شد ببینیم چند مول کاسل اوس مصرف شده. چرا مول؟ چون این نمودار بر حسب موله. تا به ازای آن 15 لیتر O2 تولید شده که البته چگالی O2 0.8 گرم بر لیتر بود. لیتر با لیتر میره. استوکیومتری رو با گرم O2 ادامه میدم. به چی تبدیلش کنم؟ مول کاسل اوسه. مول استاندارد مواد 1، گرم O2 32، با توجه به این که جرم O رو به ما داده بود 16 گرم. چون با دو ماده سر و کار داریم، ضریب هر ماده رو پشت اون قرار میدیم. از اینجا به دست میاد 25 صدم مول کاسل اوسه. در استوکیومتری مقادیر ما مصرفی و تولیدیه، پس 25 صدم مول کاسل اوسه مصرف شده تا به ازای آن 15 لیتر O2 تولید بشه. بیاین این واحدا رو بشماریم، 1, 2, 3, 4, 5. روی پنجمی نوشته نیم مول، پس هر واحدی 0.1 موله. برای اینکه مطمئن شم تیکه بالاش هم دقت میکنم، 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 تا 1. اگر قرار بود تمام کاسل اوسه مصرف بشه، آخه خیلی از بچه ها فکر میکنن این مقدار از روی سر و ته کاسل اوسه، یعنی حدوداً 0.1, 0.9 مول کاسل اوسه مصرفی به دست اومده، در حالی که دیدیم نه، 25 صدم فقط کاسلوسه مصرف شده تا این مقدار O2 تولید شده. پس 25 صدم از مقدار اولیه کاسلوسه کم کنیم. برای راحتی کار اصلا میتونین این کارو بکنین. مگه یه مول اولیه کاسلوسه نبوده؟ مصرفی رو ازش کم کنین، 75 صدم مول کاسلوسه باقی مانده. یعنی 0.7 و 0.05. این 0.5، 0.6، 0.7 تا نصفه بیاییم بالا میشه 75 صدم باقی مونده یا 25 صدم مصرف شده. مقدار 75 صدم مول کاسل اوسه رو به نمودار عمود کنید، حدوداً میشه در زمان 10 ثانیه. این زمانیه که این مقدار کاسل اوسه مصرف شد، پس همون زمانیه که به ازای آن 15 لیتر O2 تولید شده.